بر پای مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی همچنان در ژاپن از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از گذشت هفت دهه از این فاجعه 11 همه مارس 2011 میلادی، بزرگترین زایعه هسته‌ای پس از چرنویل در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی به وقوع پیوست. علیرغم متفاوت بودن ماهیت فاجعه فوکوشیما با دو انفجار اتمی در ژاپن، وجه مشترک هر سه حادثه این بود که در مجموع این مردم ژاپن بودند که قربانی اتم شدند. به همین دلیل است که مردم این کشور به شدت نسبت به استفاده از این انرژی خطرناک معترضند. حتی عذرخواهی مسئولان ژاپنی پس از حادثه نیز آنها را متقاعد نکرده. از صمیم قلب به خاطر آنکه این حادثه آثار مخربی بر روی اتمسفر، آب راها، تولیدات کشاورزی و منابع آب آشامیدنی داشت و موجب نگرانی و ناراحتی مردم شد، از شما عذر می‌خواهم. رهبران سیاسی و نیز مسئولان تپکو شرکت برق هسته توکیو و مسئول بهره برداری از نیروگاه هسته فوکوشیما پس از وقوع حادثه علارغم برگزاری کنفرانس های خبری متعدد نتوانستند اطلاعات درستی از وضعیت موجود در اختیار مردم قرار دهند. اینجا تلویزیون خوب کار نمی کند. ما هیچ اطلاعاتی نداریم. می خواهم از اینجا خارج شوم. من از دست تپکو بسیار عصبانی هستم این شرکت توانایی اداره هسته ای را ندارد واقعا میخواهم که آنها این مسئولیت را رها کنند مردم ژاپن که نسبت به توان مسئولین برای مدیریت بحران تردید دارند معتقدند آنها شانس‌های بسیار زیادی را برای رها کردن انرژی هسته‌ای از دست دادند یک فرد معترض میگوید، هنوز فرصت برای رها کردن انرژی هسته‌ای و رفتن به سمت دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد اگر ما این فرصت را از دست بدهیم از جان گذشتگی های قربانیان فاجعه بی سمر خواهد شد پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی مردم ژاپن همواره به استفاده از انرژی هسته‌ای واکنش منفی نشان دادند فاجعه فوکوشیما باعث شد ژاپنی ها بیش از گذشته بر مشروع خود برای عدم استفاده از این انرژی پافشاری کنند آنها برای اینکه این ابر این قارچ قارچکونه دیگر دیده نشود منتظر پاسخ مقامات کشورشان هستند